راجب عواله رب و نو رب و انبا و رب و نان دوری قدر توجیه کوتاه میدم ولی بحث احوال نمونه ها به یه جایی در واقع علم محض الهیه رو چه اشاره به علم محض کردم علم محض الهیه علوم کاربردی خب و یه جا هم که دیگه اون علوم کاربردی تجلی پیدا کرده یعنی یه جا دانشگاه علوم کاربردی بعد دانشکده های مختلف هر دانشکده یک علم کاربردی که یه جهان مجاوری رو تشکیل میده یعنی در واقع اینها جهان های مجاور که یکیشو حالا جهان مجاور این دو قطبی یکیش اینه که ما الان که این داریم به هر حال مسیر رو طی میکنیم و اینجا این دانشگاه علوم کاربردیه اینجا یک علم کاربردیه خب مثلا کاربردی همون مثلا جهان دو قطبی خب و اینا رؤسای دانشکده های کاربردی رئیس دانشگاه علوم کاربردی خب و انجام علم محض الهی خب اینم علم محض الهی از اینجا به هر حال تجلی اسما و علوم تجلی اسما و علوم این بحث ساده یه چیز پیچیده نداره چیز پیچیده نیست فقط توجه کنید اینجا این خط به واسطه اینکه تضاد نداریم مکان نداریم زمان نداریم ابعادی نداریم وحدت یکتاییه الان از نظر ما که داریم اینجا بررسی میکنیم میگیم عالم سه قطبی خب از اینکه شروع میکنیم حرکت به کجا میرسیم میگیم خب به ربمون میرسیم اینجا به کجا میرسیم به ربمون میرسیم اونجا به رب کاربردیش بحث کاربردیش حتی ابلیس هم به سمت چی میره؟ رب به سمت رب چرا؟ چون قبلش تجاربی نبوده بعدش تجاربی هست خب به سمت چیزی میره که بلقوه بوده حالا بلفل شده ابلیس هم تو این چرخه از یه بلقوهگی به یه بلفلی میرسه خب و تو 3 ثانیه اینجا رسیده ولی تو چرخه داره حرکت میکنه اینجا یه جور تجلی پیدا میکنه زندگی بعدی یه جور دیگه تجلی پیدا میکنه و میاد این موضوع ساده یه منطقه اگر اینجا به این مسئله اشراف نداشته باشیم و توجه نکنیم که جهان تک قطبی فاقد ابعاد مختلف و زمان و مکان و لا تضاده تضاد معنی نمیده جدایی هم معنی نمیده اگه بگه رب اینجا رب اونجا مفهوم نیست پس در واقع هر جهان رو که بررسی کنی یه رب در بالاش میبینی ولی دست تو برداری همه اینا یکتا میشه پس رب و نو اینجا یه دونه که بررسی کنیم این نو و ربش خب رب الارباب خب اون یکتاییه دستمون رو که برداریم اون یکتاییه رو میبینیم که در واقع ما چند تا رب نداریم که همش یکتا بعد دستمون رو برداریم دوباره همش دوباره یکتا و ما بین اون عدم و وجود در نوسان هستیم ربوناس چی شد؟ ربوناس بعد اینجا که میایم توی یک اینجا اختصاصی صحبت میکنیم اونا دیگه تعریفای اختصاصی هر جهان مجاوری پیدا میشه خب ولی کلی که صحبت میکنیم این مفاهیم رو میتونیم اینجوری ببینیم و نهایتش چیه؟ توحید خب و وحدتی که وجود داره اونو میبینیم چند تایی نمیبینیم این اگه
سو تفاهم بشه. ببخشید اون فکر کنم مجاور با موازی فرق می‌کنه. بله این مجاور اینا موازی.